پایان بدون نتیجه مذاکرات صلح اوکراین در جاده عربستان. این گفتگوها برای متقاعد کردن کشورهای جنوب جهانی به حمایت از طرح صلح 10 ماده‌ای اوکراین بود. در بیانیه پایانی فقط به ادامه گفتگوها اشاره شده است. در این نشست که با حضور 30 کشور از جمله هند و برزیل برگزار شد، چین هم نمایندگانش را اعزام کرده بود. روسیه اما حضور نداشت و گفتگو برای پایان دادن به جنگ بدون حضور خود را عبث و بی‌معنی خوانده بود. روسیه و اوکراین بارها تاکید کردند که برای مذاکرات صلح پیش شرط دارند. اوکراین میگوید تا زمانی که نیروهای روسیه به پشت مرزهای 1991 باز نگردند، حاضر به مذاکره نیست. روسیه میگوید اوکراین باید واقعیت موجود در مرزهای اقلیمی و سرزمینی را بپذیرد و با توجه به آن مذاکره کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای از عربستان سعودی به دلیل میزبانی از 40 کشور برای مشورت در خصوص بحران اوکراین و ایجاد راه حلی عادلانه برای این بحران قدردانی کرد. در بیانیه کاخ سفید درباره مذاکرات صلح اوکراین آمده است که هیئت آمریکایی به رهبری جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفتگوهای خوب و سازنده‌ای با شمار زیادی از کشورها انجام داد. بر اساس این بیانیه، کشورهای متعددی برای تبادل نظر و ایجاد زمینه‌های مشترک جهت حمایت از صلح عادلانه و پایدار و چگونگی پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین گرد هم آمدند. شهر جده روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی میزبان مشاوران امنیت ملی و مقامات عالی چندین کشور جهان درباره بحران اوکراین بود. در روز نخست این نشست بین‌المللی، اوکراین ابتکار عملی مشتمل بر 10 بند برای صلح و پایان جنگ ارائه کرد. اوکراین موشک‌های فرانسوی اسکالپ را دریافت کرد. رئیس جمهور اوکراین امروز در کانال تلگرامی خود نوشت که کشورش موشک‌های دوربرد اسکالپ را از فرانسه دریافت کرده است. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ویدئویی که به مناسبت روز نیروی هوایی اوکراین در کانال تلگرامی وی منتشر شد، یکی از موشک‌های دریافتی اسکالپ را نشان داد. پیشتر سباستیان لکورنو وزیر دفاع فرانسه گفته بود که پاریس با انتقال موشک‌های دوربرد اسکالپ به اوکراین به شرط عدم استفاده در خاک روسیه موافقت کرده است. وی توضیح داد این موشک‌ها که برد کلی آنها 250 کیلومتر است می‌توانند مستقیماً نقاط پشت خط دفاعی روسیه را مورد اصابت قرار دهند. کارشناسان آمریکایی: ارتش اوکراین در مقابل روسیه شکست خواهد خورد. برایان برلاتیک، تفنگدار سابق آمریکایی، پیش بینی کرد که نیروهای مسلح اوکراین ممکن است در نتیجه عدم موفقیت در اجرای ضد حمله به طور کامل متحمل شکست شود. بعقیده او نیروهای اوکراینی قادر نخواهند بود سرزمین‌های اشغال شده در جریان ضد حمله را حفظ کنند. این کارشناس نظامی در مصاحبه‌ای گفت پس از پایان ضد حمله مهم نیست که در کجای نقشه به پایان می‌رسد. اوکراین نمی‌تواند به درگیری نظامی ادامه دهد. آنها نمی‌توانند سرزمین اشغالی را نگه دارند. این نظامی سابق آمریکایی همچنین یادآور شد که خطوط دفاعی روسیه به طور خاص برای به دام انداختن و نابودی واحدهای رزمی اوکراینی آموزش دیده توسط ناتو طراحی شده است. برلتین گفت وضعیت اوکراین بسیار غم‌انگیز است، زیرا نیروهای نظامی این کشور حتی نمی‌توانند به خط اول دفاعی روسیه برسند. در این رابطه اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی آمریکایی، نیز روز یکشنبه ابراز عقیده کرد که در حال حاضر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دستور کار ناتو مبنی بر تغییر تاکتیک‌های تهاجمی با تعداد زیادی خودروی زرهی را دنبال می‌کند که ارتش روسیه تعداد زیادی از آنها را در میدان نبرد منهدم می‌کند. او گفت اوکراینی‌ها مجبور شدند به سمت حملات زرهی گسترده بازگردند. این دقیقاً همون چیزی است که ما شاهد هستیم. آنها گردان‌هایی از خودروهای زرهی را به منطقه کشدار می‌فرستند، جایی که روس‌ها آنها را کاملاً نابود می‌کنند. ریتر افزود رهبران کشورهای عضو اتحاد آتلانتیک شمالی از روند ضد حمله ارتش اوکراین به دلیل عدم موفقیت چشمگیر ناامید هستند. به گفته این افسر اطلاعاتی سابق، این امر از جمله موارد دیگر باعث شد ائتلاف زلنسکی دستور دهد به سمت استفاده گسترده از خودروهای زرهی در حملات روی آورد. در این رابطه بری آرپازن، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه فناوری ماساچوست، در اوایل آگوست ابراز عقیده کرد که تلاش کیف برای ادامه ضد حمله منطقی نیست، زیرا اولین پیشروی به سمت خطوط دفاعی نیروهای مسلح اوکراین با ضد حمله نیروهای روسی روبرو خواهند شد. لهستان مرز مشترک با بلاروس را می‌بندد؟
پاول یابلونسکی معاون وزیر خارجه لهستان گفت که در بحبوحه تشدید شرایط در پی اعزام و استقرار نیروهای گروه واگنر در کشور همسایه یعنی بلاروس، دولت این کشور گزینه بستن کامل مرز مشترک با مینسک را مد نظر قرار می‌دهد. یابلونسکی گفت لهستان در حال بررسی هر گونه اقدام ضروری برای محافظت از قلمرو و شهروندان خود است که از جمله این اقدامات می‌توان به انزوای کامل بلاروس و بستن کامل مرز با این کشور اشاره کرد. وی همچنین مدعی شد تهدید بسیار حقیقی است و نیروهای واگنر در تلاش برای رخنه در خاک لهستان هستند. دیپلمات لهستانی در ادامه مدعی شد که این کشور انتظار دارد تا شاهد تلاش‌های بیشتری برای تجاوز به مرز زمینی و حریم هوایی ورشو باشد. وی همچنین از اعزام هرچه بیشتر نیرو به مرز با بلاروس خبر داد. بر اساس گزارش‌ها دو بالگرد بلاروسی اول آگوست مانورهایی را در نزدیکی حریم هوایی لهستان انجام دادند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.